توحید خان. زندانی سیاسی تو ایران کسی است که برای آزادی صبر نکرد، امید به تحریم نداشت، منتظر کمک خارجی نموند، اگرچه در بند شد ولی برای شرفش جنگید و آزادی و فریاد زد. بله، کسانی که به ناحق و به جرم روراست بودن و همراه مردم بودن در بازداشتگاه‌های اوین دارن بدترین شرایط رو می‌گذرونن. صدای آنها باشیم به امید آزادیشان. داره این دیوار سنگی میریزه، فصل پایان شب تاریکه، لحظه فتح اوین نزدیکه. عزم یارای اسیر تو دل ماست، اگه حتی خونشون قفس باشه، آخه یاس عطرش میپیچه همه جا، گرچه زندونی خار و خس باشه. دستامون صداهامون میشناسن هم دیگر رو، نکنه تنها بشی خسته بشی، حالا که لحظه اوج فصل پرواز رسیده، نکنه یه وقت تو پر بسته بشی. داره این دیوار سنگی میریزه، فصل پایان شب تاریکه، لحظه فتح اوین نزدیکه. فشار دستگاه امنیتی و قضایی برای اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، ناهید خداجو به احکام زندان و شلاق محکوم شد. مجید اسدی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، روز گذشته علی‌رغم تعیین وقت قبلی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان، از اعزام به بیمارستان محروم شد. گفته می شود ممانعت از اعزام وی به این بهانه و به دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است. امروز دوشنبه 22/7/98، 65 روز است که هاشم خواستار و سایر عزیزان ما در زندان اطلاعات مشهد ممنوع تلفن و ممنوع ملاقات زندانیان. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود، بودیم و به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. صدیقه مالکی فرد، 22 مهر 98. دادستان تهران با درخواست آزادی مشروط محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، مخالفت کرد. این در حالی است که این معلم و فعال صنفی زندانی طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی با سپری کردن 1/3 از دوران محکومیت خود مشمول قانون آزادی مشروط است. جدال حاکمیتی زنستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواستند. دادگاه تجدید نظر
حکم حبس عالیه مطلب‌زاده را عیناً تأیید کرد. ابراهیم خلیل صدیقی همدانی اهل ارومیه به همراه دو فرزندش سالار و مریم مهسا در 4 اسفند 97 توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند. آنها به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به 15 سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. ناهید خداجو فعال کارگری به 6 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. قضاییه رژیم ایران بدون هیچ وقفه‌ای همچنان به صدور احکام سنگین برای فعالان، زنان، وارد کردن اتهامات جدید علیه زندانیان و وارد آوردن انواع فشارها بر فعالان زن و زندانیان سیاسی زن ادامه می دهد. تو مرا یاد کنی یا نکنی، باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست. ما همیشه به یاد زندانیان سیاسی هستیم و برای نجات جان آنان در تلاشیم. زندگی در آزادی حق همه است. هشدار عفو بین الملل آرش صادقی مدافع حقوق بشر با محروم شدن آمدانه و هدفمندانه از معالجات مربوط به سرطان که سبب درد و رنج فراوان او شده تحت شکنجه قرار دارد و جانش در خطر است. بیانیه 17 زندانی زن سیاسی در اوین: حاکمیت زن ستیز در جدال با مادران دادخواه است.